همسفر ما باشید. سفرمونو در استان مرکزی ادامه میدیم و باز هم به یکی دیگه از شهرهای زیبای این استان سر میزنیم. شهری که هرچند از نظر وسعت کوچکترین شهرستانه، ولی از نظر گردشگری و تاریخ یکی از غنی‌ترین شهرهای استان مرکزی محسوب میشه. به بازار قدیمی و خونه‌های تاریخی سر می‌زنیم و از موزه‌های باستان شناسی و مردم شناسی براتون می‌گیم. از موزه سنگ و کاغذ با دستخط‌های زیبای مردم این سرزمین تا کار و تلاششون در زمینه کشاورزی و زنبورداری و برداشت عسل تا پرورش شترمرغ و دامداری. کار و تلاش جوانای این سرزمین در صنعت و تولید ملی و کار آفرینی رو بهتون معرفی میکنیم. شما همسفر ما هستید در استان مرکزی، شهرستان آشتیان. بانم و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز برنامه همسفر. همراه ما هستین در ایران گردی، داریم با جاذبه های دیدن کشورمون آشنا میشیم. اینجا استان مرکزی ما در شهرستان آشتیان هستیم و موضوع برنامه امروز همسفر در رابطه با میراث کهن این سرزمینه که قرار بهش بپردازیم. همچنین موزه آشتیان رو بهتون معرفی کنیم و اشیایی که داخل این موزه است تا ببینیم به چه دورانی برمیگرده و یادگاری از گذشتگان ما هست. جناب آقای امیری آشتیانی همراه ما هستن، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان آشتیان. این شما و بینندگان همسفر. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه همسفر. شهرستان آشتیان از لحاظ وسعت کوچکترین شهرستان استان مرکزی محسوب میشه، اما از لحاظ تاریخی به جزء شهرستان‌های قدیمی استان مرکزی به حساب میاد. شهرستان آشتیان را به مفاخر و بزرگانی که در عرصه‌های مختلف علمی، سیاسی و مذهبی تو این شهرستان میزیستن میشناسن. این شهرستان دارای 30 بنای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی هست و 10 اثر یا تپه باستانی که مجموعه کل آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی را به 40 اثر میرسونه. ما تو شهرستان آشتیان 2 رویداد مهم داریم که در فهرست آثار ناملموس به ثبت ملی رسیده. اولیش جشنواره ملی ثبت پخت سمنو هست که در سومین پنجشنبه اردیبهشت ماه هر سال برگزار میشه و دیگری پخت صابون سنتی به عنوان اولین و
مهمترین سوغات شهر آشتیان هست که طرفداران بسیاری در بین گردشگران و مسافرانی که به شهر آشتیان تشریف میارن جایگاه خودش را پیدا کرده. الان جایی که در اون حضور داریم چه جایگاهی هستش؟ برامون توضیح بدین و قدمت اینجا رو بگین برامون. اینجا موزه مردم شناسی و باستانی شهر آشتیان هست که مربوط به میرزا هدایت الله وزیر دفتر، پدر دکتر محمد مصدق که مبارز اصلی استعمار در مقابل استعمارگران خارجی در ایران محسوب میشه. این بنا تاریخ ساختش 1200 هجری قمری هست، از جمله بناهای درونگرا محسوب میشه، چون شما از سمت ورودی که وارد صحنه حیاط میشید هیچ سردری مبنی بر وجود منزل یا پیدا نمیکنید. یه راهرو داریم میبینیم که از این راهرو وارد صحنه حیاط میشید. مساله به کار رفته در ساخت این بنا خشت خام، چوب و آجر و سنگ هست که آجرش عموما به صورت تزئیناتی در داخل حیاط و کف کار شده که زیبایی و جلوه خاصی به صحنه حیاط میده. این بنا در دو جبهه شمالی و غربی واقع شده که در جبهه غربی شامل تالار و اتاقهای گوشواره و در جبهه شمالی اتاقهای تو در تو که شامل مطبخ، انباری ها و اتاقهای خدمه محسوب میشه که در حال حاضر در سال 1385 با کمک و همکاری شورای شهر وقف و همچنین مرمتی که توسط اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی انجام شد و تجهیز گردید به عنوان موزه مردم شناسی و باستانی شهر آشتیان مورد استفاده و در برابر علاقمندان که دوست داشته باشن به این موزه بیان میتونن از این موزه شهر بازدید بفرمایید. بله. یک سکوی رو من وسط حیاط دارم میبینم که حالا دوتا خمره یا به هر حال بیشتر سه چهار تا خمره رو داریم میبینیم. خمره ها در زمان قدیم کاربری های زیاد داشتن که اکثر اونها برای نگهداری غلات استفاده میشده و به هر حال برای آذوقه بوده، ولی این سکویی که اینجا هست برای من جالبه که داخل هیچ حیاط من سکو نمیبینم. این سکو برای چیه؟ کاربردش چی بوده؟ سکوی وسط حیاط مخزن آبنبار زیرش هست. حتی روی سکو به عنوان نشیمنگاه یا برگزاری مراسمات مذهبی مختلف ازش استفاده میکنن. زیرش و داخلش مخزن آبنبار هست که در شهر آشتیان یکی از مواردی که خیلی مهم بوده برای اهالی شهر داشتن آبنبار بوده که عموماً ما تقریباً نزدیک به 30 تا آبنبار داریم که 3 تای آن در فهرست آثار ملی ثبت شده و خونه‌های اعیانی که وجود داشته خودشون دارای آبنبار خصوصی بودن که مردم عادی هم از این آبنبارا استفاده می‌کردن. درسته. چیز دیگه‌ای که توجه من رو به خودش جلب کرد شیشه‌های رنگی و همینطور گره‌چینی هستش که دقیقاً در پنجره‌های اندرونی داخل می‌تونیم اونها رو ببینیم. بسیار زیبا هستن. کاربرد شیشه‌های رنگی در خانه‌های قدیمی برای این بوده که هم دفع حشرات رو داشته باشن به خاطر اون رنگ‌هایی که داشتن و هم تزئینی بودن برای زیبایی اون ساختمانی که می‌تونیم داشته باشیم و اون رو ببینیم. برام خیلی جالبه که در استان مرکزی معماریش خیلی شبیه به استان اصفهان و همینطور یزد هستش، یعنی خانه هایی که داریم میبینیم در واقع ساختاری خیلی شبیه به کاشان حتی دارن. بعد قدیمی ترین خانه‌ای که شما توی آشتیان دارین همین خانه هست یا از این قدیمی تر هم دارین؟ نه، قلعه مصطفی الممالک هست که تو شهر آشتیان مربوط به میرزا یوسف مصطفی الممالک که به صدر اعظم ناصرالدین شاه میرسه که مال اوایل دوره قاجاری است. قلعه سرخ است توی شهر آشتیان که مربوط به دوره صفوی است و دیگه مابقی بناها مربوط به دورهای قاجاریه به بعده. اما آثاری که ما تو شهر آشتیان کشف کردیم که در موزه آشتیان هم به نمایش گذاشته شده مربوط به هزاره اول و دوم قبل از میلاد، سفالهایی که از اینجا کشف شده مال زمانی هست که مردم این منطقه یکی از صنایع دستی خیلی مهم بوده براشان ساخت سفال بوده که تا اوایل
پیروزی انقلاب هم این سفالینه های شهر آشتیان از معروفیت خاصی برخورد. بسیاری خیلی ممنون از توضیحتون. این توضیح هم بدم که در کنار اینجا و در جوار این خانه تاریخی که الان هستیم، بازار آشتیان هستش که مسقفه و به هر حال بازارها قلب تپنده یک جامعه میتونن باشن. این موقعیت استراتژیکی که در این خانه نسبت به بازار و موقعیت شهریش داره مهم مشخصه که در زمان دوران خودش جایگاه ویژه‌ای داشته. در بخش بعدی جناب امیری از موزه آشتیان برامون خواهند گفت و آثار ارزشمند که داخل این موزه هست. اینجا داخل بنای تاریخی میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر یا همان موزه باستانی و مردم شناسی شهر آشتیان است. مکانی که الان داخلش حضور داریم تالار شاهنشین یا اتاق با گچبری‌های منقش به گل و بلبل که مربوط به دوره قاجاریه میباشد. این اتاق دارای سه کتیبه چوبی گرهچین با شیشه های رنگی داره که عموماً به اینا پنجره ارسی گفته میشه، که خاصیت این پنجره اینه که نور خورشید بهش بتابه هیچ حشره‌ای وارد تالار نمیشه. کل موزه آشتیان دارای پنج اتاق تو در تو هست که از سمت شمالی وارد اتاق‌ها میشی و از سمت جنوبی از اتاق‌ها خارج میشی. هرچند که این اتاق‌ها هر کدام دری مجزا به داخل حیاط داره، اما کل اتاق‌ها به وسیله یک درب به یکدیگر اتصال و اون رابطه همدیگر را دارا بودن. در موزه آشتیان اشیایی که در معرض دید علاقمندان قرار گرفته شامل ابزارات کشاورزی سنتی شهر آشتیان بوده و آهنگری قدیمی که در شهر آشتیان موجود بوده، دستبافهای سنتی که بانوان شهر آشتیان تولید می‌کردند، مانند سفره‌های نقشدار و همچنین گیوه‌هایی که به دست بانوان شهر آشتیان بافته می‌شده و به وسیله آقایون کف یا زیره گیوه درست و مورد بهره برداری قرار می‌گرفته، و همچنین سفالینه‌هایی که از کشفیات مجاز و غیر مجاز در شهرستان آشتیان به دست آمده، از هزاره قبل از میلاد شروع میشه تا به پهلوی اول ختم میشه. در این موزه مورد بازدید علاقمندان قرار گرفته. در بخش مردم شناسی آنچه که در موزه آشتیان به نمایش گذاشته شده عموماً اهدایی مردم فرهنگ دوست شهر آشتیان هست، که میتونیم از اشیای شامل اتوهای زغالی که عموماً در منازل استفاده میکردن نام ببریم. یکی دیگر از اشیایی که در بیشتر خونه‌های قدیمی مورد استفاده قرار میگرفته ظرف‌های سفالی مشبک هست برای نگهداری لبنیات و توی آشپزخانه استفاده میکردن که در عصر جدید از این وسایل کمتر استفاده میشه.
یکی دیگه از وسایلی که مورد استفاده قرار می گرفته سماورهای زغالی هست که عموماً در مجالس از آنها استفاده می کردن و کاشی های نقشداری که در نمای بناهای تاریخی در شهر آشتیان استفاده می شده و شامل ابزارات جنگی، سرنیزه، شمشیر و ظروف سفالی که عموما توی آشپزخانه ها استفاده می کردن، تابلوهای نقشدار، ابزارات بنایی قدیمی شامل قالب خشت‌زنی و ابزارات کشاورزی که عموما کشاورزان شهر آشتیان در مزارع کشاورزی استفاده میکنن در موزه آشتیان به نمایش گذاشته شده است. یکی از صنایع دستی که در شهر آشتیان تولید میشده و به شکل خیلی خوبی مورد استقبال قرار میگرفته ظرفای سفالی بوده که شامل بشقابهای نقشدار، بشقابهای لعابی و کوزه های سفالی که منقش بوده به گل و بلبل و همچنین سفالینه هایی در ابعاد مختلف برای نگهداری مواد غذایی و همچنین غلات که یکی این سفالینه ها معروفیتش در سطح استان مرکزی یا حتی استان های همجوار انقدر زیاد بوده که مردم به شهر آشتیان می آمدن تا از این سفال ها خریداری کنند. یکی از وسایلی که در موزه آشتیان به نمایش گذاشته شده دم آهنگری است که این در آهنگری های قدیم استفاده می کردن. دو بال با پوشش چرمی داشته که این پوشش های چرمی به وسیله تناب یا زنجیر کشیده می شدن و هوا را به داخل کوره آهنگری هدایت می کنن تا اون آتش داخل کوره شعله‌ور بشه. از ظروف دیگری که در موزه آشتیان به نمایش گذاشته شده طبق ها یا ظروف مسی نقشدار میتونیم نام ببریم که در مجالس عزاداری از اینا استفاده میکردن. دور تا دور این ظروف نقشدار منقش شده به اسامی ائمه اطهار که به صورت خیلی زیبا و با خطی بسیار زیبا حکاکی شده که شما میتونید در موزه آشتیان ببینید و از دیدن این مجموعه ای که در موزه آشتیان هست لذت ببرید. از میراث کهن شهرستان آشتیان براتون گفتیم، همینطور موزه مردم شناسی و باستانی اون رو بهتون معرفی کردیم. الان جایی که هستیم حیات خانه در واقع این خانه قدیمی هستش. یکی از ویژگی این حیات ها دقیقاً وجود باغچه هایی هست که به صورت تقارنی در حیات ها میتونیم
تماشا کنیم، هم سرسبزی و فضای سبز اون خانه ها رو تأمین می کرده این باغچه ها، هم اینکه اکثرا داخل این باغچه ها درختان مثمر بودن، یعنی میوه دار مثل انار، انجیر، انگور و تناسب به اون شهری که به هر حال اون میوه رو داشته، که در آشتیان به خاطر سرسریش بحث گردو و بادام رو ما بیشتر میتونیم تماشا بکنیم، و همینطور زیرزمینی که در کنار این حیات مرکزی میتونیم ببینیم که دالانهای تو در توی داره و سقف اون هم ضربی هست و الان به عنوان یک جایی هستش که مفاخر علمی، فرهنگی و هنری شهرستان آشتیان رو ما میتونیم در قابهای عکس و تابلوهای عکس تماشا کنیم و اونها رو ببینیم. آقای امیری، این ویژگی های خانه های تاریخی یک زیبایی خاصی دارن. قاعدتا در هر شهر و شهرستان ما بحث میراث فرهنگی صنایع دستی هم داریم. صنایع دستی ارزشمند آشتیان چیا هستش؟ خدمت شما عرض کنم که آنچه که در شهرستان آشتیان از قدیم باب بوده، گفتم یکی بحث سفالگریش بوده که خیلی مهم بوده، دیگریش صنعت مسگریش بوده که هم بحث سفیدگری یا رویگریش میشه. اینا بوده الان چی هست؟ به همت معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی و همچنین آموزش فنی حرفه‌ای شهرستان، صنایع دستی در رشته های منبت، معرق، مشبک، میناکاری، مسکوبی یا همون مسگری و انواع بافت قالیچه های مختلف، قالیچه گل برجسته در خود شهرستان آشتیان نمایش آموزش داده شده که برخی از این عزیزان به مرحله استادی رسیدن و میتونن محصولات خودشون رو در بازارچه صنایع دستی به فروش برسن. یعنی الان ما میتونیم کارگاهی اونها رو در واقع ببینیم. بله، به خصوص به همت مرکز فنی حرفه‌ای که در هر شهرستان هست ما معمولا صنایع دستی ارزشمند داریم. خیلی ممنون، تشکر از حضورتون در برنامه همسفر و توضیحاتی که برامون دادین. قاعدتا ما به آنچه که مرتبط به میراث کهن این سرزمین هست بیشتر خواهیم پرداخت و این آثار ارزشمند رو بهتون معرفی خواهیم کرد. همچنان در شهر زیبای آشتیان خواهیم بود. جاذبه‌های تاریخی، دیدنی، گردشگری، صنایع دستی و آنچه که مرتبط میشه به مردمان این سرزمین رو در برنامه همسفر خواهیم دید و در واقع به نظاره خواهین نشست. صحبت پایانی شما بینندگان همسفر. من ضمن تقدیر و تشکر از حضور حضرت عالی در شهرستان آشتیان، زنده باش، از تمامی مردم عزیز ایرانمان دعوت میکنم که با ورود به شهرستان و سفر به این شهرستان یک روز به یاد ماندنی را در دفتر خاطرات خودشان ثبت کنم و از جاذبه های دیدنی و گردشگری و همچنین بناهای تاریخی شهرستان آشتیان لذت ببرن. بله، به خصوص در روزهای بهاری که هوا ابری هست یا نیمه ابری، هوا گاهی روشن میشه، تاریک میشه، فضاهایی که داریم میبینیم فوق‌العاده زیبا هست. طبیعت بکری داره شهرستان آشتیان، آب و هوای بسیار خوبی داره و حسابی بهتون خوش میگذره. البته در دوران سلامت، در دورانی که از بیماری و هر خطر دیگه در معصون هستیم و در واقع اون مخاطرات رو نداریم، سفر بهترین گزینه هست. ولی در زمانی که این بیماری و هر اتفاق ناگواری دیگه باشه، بهترین راه حل اینه که در خانه بمانیم و مراقب خوبی و سلامتی خودمون باشیم تا انشالله در دوران سلامت بتونیم زیبایی ها رو ببینیم. ما رو در فضای مجازی همسفر.tv پیگیری کنید. انتقاد، پیشنهاد و تا اگه دعوتی دارین از همین طریق میتونید ما رو مطلع بکنین. تا فردا موضوعی دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خداوند مهربان یار و نگهدارتون.